تصاویر تجاوز یک مجرم سابقه دار به چند کودک و نوجوان در شوشتر. آیا باید منتشر می شد؟ انتشار عکس‌ها چه سود و زیانی دارد؟ سلام بر شما و خوش آمدید به صفحه دو. تصاویر دلخراش بود. بی بی سی به دلیل اصول ادیتوریال حاکم بر این رسانه امکان پخش آنها را ندارد. از چند عکس صحبت می‌کنیم که در آنها صورت متجاوز کاملا روشن است، صورت بچه‌ها مخدوش شده. مسیح علی نژاد، کسی که عکس‌ها را منتشر کرده، می‌گوید اینها بخشی از فیلمی است که متجاوز و همدستان او گرفتند که بتوانند کودکان و خانواده‌هایشان را به سکوت وادار کنند. انتشار این عکس‌ها با واکنشی گسترده در فضای مجازی روبرو شد. بسیاری با انتشار آنها مخالف بودند، بسیاری هم موافق. امروز از هر دو سوی طیف دو مهمان داریم. مسیح علی نژاد، کنشگر سیاسی اجتماعی و بنیانگذار کمپین دوربین من اسلحه من از نیویورک با ماست و حامد فرمند، کنشگر حوزه حقوق کودک از ویرجینیا. خوش آمد میگم به هر دوی شما. خانم علی نژاد، اول شما برای ما بگید که چطور این فیلم دست شما رسید؟ چطور شما تصمیم گرفتید که این عکس‌ها رو منتشر کنید؟ خیلی خوشحالم که به هر حال یک بحثی باز شد تا واقعیت‌ها در این برنامه گفته بشه. ببینید، این فیلم‌ها فیلم‌های هولناک و دردناکیه که در تمام شهر شوشتر به شکل وسیعی پخش شده و قسمت غم‌انگیز ماجرا اینجاست که پخش این فیلم مادری رو در آستانه خودکشی قرار داد، مادران دیگر رو وادار کرد تا بچه‌هاشون رو در خونه زندانی بکنن، اما افکار عمومی رو در خود این شهر جریه دار کرد. و وقتی که پلیس میبینه که نمیتونه جامعه رو کنترل بکنه، خب خیلی‌ها دارن در موردش حرف میزنن چون که این فیلم در تمام کانال‌های اهالی شوشتر هست، میاد چیکار میکنه؟ از خبرنگارانی که بازوهای حمایتی پلیس هستن در بزنگاه‌های حساس دعوت میکنه، با اونها دیدار میکنه، از جمله خبرنگار ایرنا، خبرنگار محلی شوشتر، دعوتشون میکنن، خبرنگاران محلی شوشتر رو دعوت میکنن و پلیس از اونها میخواد که بیان اعلام بکنن عاملان فیلم مستهجن بازداشت شدن. توجه کنید، فیلمی که در اون تجاوز به کودکان صورت گرفته رو تقلیلش میدن و تنزلش میدن به فیلمی که فیلم مستهجن بوده، یعنی چند نفر جمع شدن انگار فیلم پورنوگرافی ساختن، به این منظور که اون وقت کودکانی که در این فیلم هستن از 10 تا 14 و حتی 16-17 ساله هم اخیراً تماس گرفتن و من اطلاعات بیشتری کسب کردم که اصلا تمام وجودم میلرزه وقتی در موردش حرف میزنم، چون واقعا فیلم ها هولناک است. اما خبرگزاری ایرنا یک هفته قبل از اینکه من بخشی از عکس رو کاملا صورت کودکان رو محو بکنم و صورت متجاوز رو نشون بدم، اخبار رو انکار کرده بود، تجاوز رو کامل انکار کرده بود و در شهر شوشتر داغی فراتر گذاشته بود بر دل خانواده‌ها که بچه‌های اونها رو هم مقصر تهیه یک فیلم مستهجن جنجل بدادم. من اینجا بود که وقتی که خبرنگاران محلی و بستگان با من تماس گرفتن، اصلا نمیتونستم منتشر بکنم، یعنی منقلب شده بودم وقتی دیده بودم، اما با اجازه خود خانواده ها و اصرار اونها این کار رو کردم. چرا؟ چون اونها اعلام کردن که متجاوز بارها سابقه تجاوز داشت، به بیش از 13 کودک تجاوز کرد، نه این بار، دفعه قبل هم این اتفاق افتاد ولی او را رها کردن. و همونطور که شما میبینید در رسانه ها هست، پلیس اعلام میکنه به خاطر اینکه مشکل روانی داشت و نکته جالب اینجاست، میگه چون برای زندانیان مشکل ایجاد میکرد ما او را رها کردیم. یعنی چی؟ یعنی رها کردیم در جامعه که برای مردم عادی مشکل ایجاد بکنه. من فکر کردم در این شرایط اگر من عکس کودکان رو با اجازه خود خانواده مخدوش نکنم و صورت متجاوز رو منتشر نکنم و اعلام عمومی نکنم که خبر فیلم مستهجن نیست، خبر تجاوز هست، افکار عمومی همراه نمیشه. و بعد خب بقیه ماجرا رو میدونی که بسیاری از مردم در شبکه‌های اجتماعی همراه شدن و پلیس رو وادار کردند که اعتراف بکنه این حادثه هولناک تجاوز به کودکان بود. آقای فرمان، شما جز مخالفان انتشار تصاویر هستید، شما به ما بگید دلایلتون رو.
برای اینکه روشن‌تر بشه، من اول بگم که هم اون مخالفت حالا من و گروهی از فعالان حقوق کودک، حالا من از قول اون بخش صحبت میکنم، مخالفت با انتشار تصویر به طور کلیش نیست. البته میدونم شما احتمالاً منظورتون همین شکل از تصاویری که پخش شده هست، اما برای اینکه حالا باز روشن بشه، چون واقعا تصاویر محو شده بود و خیلی خوشحالم به اون بخش هم میرسه. به طور کلی حالا میگم این اون بخش مخالفت با انتشار این شکل از تصاویر هست. بعدش برسه به اینکه حالا مثلا به چه شکلی و چرا. نکته دیگه همین که من کاملا موافقم، این من حالا تو جاهای دیگه هم که چیزی نوشتم و گفتم این رو توضیح دادم که اتفاقی که افتاده کاملا همون سیری رو که حالا الان خب دقیق‌تر و مشخص‌تر خانم النژاد بهش اشاره میکنه، این دقیقا همون اتفاقی است که میفته. یعنی نقش رسانه هر جای تو همه جای دنیا تقریبا همین هست. بدون این نقش امکان من توضیح همینه که اتفاقی که تو خشونت، توی آزار، تو این سطح از آزار مشخصا میفته، اون نقشیست که قدرت داره بازی میکنه برای نشون دادن اون چیز، اون تسلط خودش. و کاری که رسانه میتونه بکنه و تو اینجا به صورت خیلی روشن میبینیم که این اتفاق افتاده، که برهم زدن این تعادل به نفع اون گروهی است که داره بهشون اشغاف میشه و داره بهشون ظلم میشه و حقوقش نقض میشه. من این نقش رو نادیده نمیگیرم، کاملا درسته. اما اون بخشی که ما بهش انتقاد میکنیم این که ما شکل رسانه کردن ماجرامون و محتوایی که تولید میکنیم، چه تصویر چه نوشتار، حتی این باید با حساسیت باشه و یک سری سوالات رو ما باید بتونیم بهش پاسخ بدیم. سوال این هستش که ما داریم اگر که با این انتشار تصویر چه هدفی رو دنبال میکنیم، که خب هدف اینجا توضیح دادن خانم النژاد، خود این انتشار و این محتوایی که داریم تولید میکنیم آیا میتونه به نوعی آسیب بزنه، که این آسیب رو حالا چند بار اشاره کردن که با اجازه خانواده بوده، اون نمیتونه آسیب رو جلوش رو بگیره و ما رو مجاب بکنه که این کار رو میتونیم بکنیم. آیا میتونه آسیب بزنه، که حالا من بعدا فرصت بشه باز دوباره توضیح میدم چه آسیب های احتمال داشته و یا داره که بتونه بزنه. و بعد اینکه آیا جایگزین دیگه ای هست براش. این سوال های اصلی هست که در انتشار هر نوع محتوایی مرتبط با کودکان مطرح میشه. اینجا ما داریم در یکی از خشنترین و بدترین انواع خشونت صحبت میکنیم. ما این رو در شرایط شخصا بارها بهش پرداختم. در این مورد، در مورد کودکان زندانیان مطرح هست، در مورد کودکان کار مطرح هست، در مورد هر شکلی از انتشار تصویر کودکان آسیب دیده، حتی در من به طور کلی در مورد انتشار تصویر کودکان اینو مطرح هست. درست. این شکل هم به نوعی شما چند سوال مطرح کردین آقای فرمند. من بذارید همین رو از خودتون اول بپرسم، بعد پاسخ خانم النژاد رو هم بشنویم. شما گفتید که این در مورد اینکه این آیا آسیبی به بچه‌ها میزنه یا نه. خانم النژاد میگن تصاویر رو مخدوش کردن، این چه آسیبی به بچه‌ها میزنه؟ ببینید، با خود خانم النژاد هم بهش اشاره کردن، من در مورد مثلا این تصاویر نکته اصلی این هستش که ما داریم در یک شهر کوچک در جنوب ایران صحبت میکنیم که به شکلی که میگم، من بخشی از نکته همین نکته بود که ایشون اشاره کردن، یعنی اینکه این تصاویر پخش شده بوده و سطح شهر خبر داشتن از فاجعه‌ای که اتفاق افتاده. این حدس به نظر من قابل که میتونه صحیح باشه وجود داره که این افراد هم حتی میدونستن کیا این اتفاق براشون افتاده. خب این یه مقدار شرایط رو سخت میکنه، برای اینکه هر چقدر این تصاویر مخدوش شده باشه، احتمال این که همچنان بدونیم کی داره در مورد کی داره، اون یعنی اون گروه بدونن در مورد کی داره تو اون تصویر
عکسش افتاده، تصویرش افتاده وجود داره. بحث دیگه که گروهی مطرح کردن باز به نظر من درست است، بحثی که در مورد خود اون آسیبی که خود اون کودکان میتونه در آینده بزنه، در اون ترامایی که دوباره براشون باز تولید میکنه، اون تصویری که خودش میدونه تصویری کی هستش یا حتی مشخص هم نیست. نکته بسیار مهم دیگه، نکته دیگه حالا قبل از اون نکته آخر، این که به نوعی یکی از چیزهایی که مطرح میشه بحث پورنوگرافی هست. حالا درسته این متاسفانه تو نهادهای دستگیر کننده، نهادهای قضایی میخواستن به اون محدودش بکنن و به درستی جلوش گرفته شد، اما بحث ما بحث بعدیش هست. یعنی از این عکس ها حتی میگن عکس تصویر کودک خودتون هم میتونه برای همچین مواردی استفاده بشه، چه برسه به تصویری که وضوحا داره اوی همچون. یعنی میگید بازسازی پورنوگرافی که این عکس ها ممکن هست و اینها میتونه آزاردهنده باشه. خانم علی‌نژاد، من میخوام در مورد این فیلم صحبت بکنم بیشتر، با توجه به اینکه شما گفتید که این به طور گسترده پخش شده. خب روی اینترنت نیست این فیلم. خیلی جالب هست که اگر به طور گسترده در شهر شوشتر پخش هست، هنوز اهالی انقدر چیز بودن که مواظب بودن که این رو روی فضای گسترده تری پخش نکنن. فکر نمی کنید این که یک کسی مثل شما با تعداد قابل توجه فالوور اینترنتی این عکس رو پخش بکنه میتونه فضا رو به نوعی نرمال سازی بکنه برای یک همچین اتفاقی که هممون قبول داریم، هر کسی که این عکس ها رو دیده قبول داره که عکس های بسیار دلخراشی هست؟ سوال بسیار خوبی پرسیدین. ببینید این عکس این در واقع من میگم عکس چون که من فقط یک فریم کوچکی از بخشی از فاجعه هولناک رو به شکل مخدوش شده در اینستاگرام منتشر کردم، یعنی فقط یک عکس که تصویر هیچ کودکی در اون معلوم نیست به جز تصویر متجاوز، ولی این فیلمش در کانال تلگرامی و در اختیار خانواده ها قرار گرفته به دلیل اینکه خانواده ها رو تهدید بکنن به سکوت، چون قرار بود بسیاری از این خانواده ها شکایت بکنن و دلیل شکایتشون هم این بود که تجاوز تکرار شده بود. شما وقتی فیلم رو میبینین ترس و وحشت رو در صورت کودکان میبینید، کودکی که به شکل کامل تسلیم یک ترس هست. چرا؟ چون میدونه فیلم هایی از او در اختیار متجاوز قرار گرفته. بنابراین خانواده ها وقتی میدونن که اهالی شهر این فیلم رو دارن، من از طریق فقط یکی از بستگان دریافت نکردم، از طریق بخش زیادی از فعالان ایمیل دریافت کردم، از طریق بخش زیادی از زنان ایمیل دریافت کردم که چقدر بچه‌هایی که قربانی شدن تو خونه‌ها زندانی شدن و مامان مقصر به اونها نگاه میشه. و فراتر از اینها چیزی که الان خطر بزرگتری محسوب میشد این بود که این فرد به دلیل اینکه یک خانواده پرنفوذی داشت و تونست با پرونده و گواهی پزشکی اینکه آقای احمد تنتن فرد متجاوز مشکل روانی داره او رو آزاد بکنه. بنابراین آنچه که اینجا وجود داشت دو تا انتخاب بود. خانواده ها میخواستن که خبررسانی بکنن، جامعه باور بکنه و با اونها هم دست بشه، یا اینکه باید سکوت میکردن و میذاشتن یک بار دیگه بچه های اونها به عنوان مقصر تهیه فیلم پورنوگرافی معرفی میشدن و کسی هم که اونها رو تهدید کرده بود و خیلی با جسارت فیلم ها رو پخش کرده بود آزاد میشد و دوباره کودکان رو توی فشار و آزارهای جنسی و تعرض و تجاوز جنسی قرار میداد. ولی کسایی که انتقاد دارن به این نظر شما میگن که اون فرد متجاوز بازداشت شده بود هفته پیش از اینکه این عکس ها منتشر بشه. جواب سوال شما رو من دادم خانم قاضی‌زاده. فرد متجاوز به عنوان همدست کودکان برای تهیه فیلم پورنوگرافی و مستهجن بازداشت شده بود. شما حتما خبر ایرنا رو کامل بخونید. به هیچ وجه اشاره‌ای به این نشده بود که فرد به عنوان متجاوز بازداشت شد. شما این رو الان دارید سوال میکنید از من به دلیل اینکه من افشا کردم که او متجاوز بود، نه تهیه کننده فیلم مستهجن. و خوشحالم که این رو تایید میکنید. به این دلیل که در دوره‌های گذشته هم این فرد بازداشت شد. آیا شما یک خط در خبرگزاری ایرنا و در تمام رسانه‌های داخل ایران دارید که این فرد به عنوان متجاوز بازداشت شد؟ اون وقت من حرفمو پس میگیرم و اعلام میکنم که اشتباه کردم. آقای فرمان، قبلا هم ما مواردی داشتیم. من همین دیروز که در مورد همین مورد تحقیق میکردم به یه مورد دیگه‌ای برخوردم که جرم طرف که به بچه‌های 13-14 ساله تجاوز کرده بود رو به عنوان لواط مطرح می‌کردن، که می‌دونیم که اون
واژه لواط یک اتفاق دیگری هست، یعنی در واقع به روابط همجنسگرایانه لواط گفته میشه در دین اسلام. بنابراین این با اون فرق داره، تجاوز به عنف با اینکه خودخواسته دو نفر آدم بالغ بخوان چنین روابطی داشته باشن کاملا فضا رو تغییر میده. فکر میکنید چرا قوانین ایران چشم به چنین چیزهایی میبندند وقتی که پای تنبیه متجاوز به میون میاد؟ ببینین که چرا این کارو میکنن، خب حالا واقعا دلایلش باید میشه بررسی بشه، اما شما تو همین مورد نگاه بکنید، نهاد قضایی وقتی خبر رو بعد از انتشار این تصاویر به این شکل گسترده ترش منتشر میکنه و خبر اصلاحی در اصل میزنه که کسانی که ما پیگیر ماجرای این تجاوز هستیم، توی خبر به نوعی اعلام میکنه که یه جوری انگار لطف سیستم قضایی که داره بدون قبل از شکایت خانواده ها که بعداً اعلام میشه دو خانواده شکایت کردن، نمیدونم بیشتر شدن یا نه، قبل از اعلام شکایت خانواده ها به این موضوع داره رسیدگی میکنه. این نشون میده که سیستم قضایی قانون خودش رو رعایت نمیکنه. ما از سال حدود 81 قانون داریم که تصویب شده و جزء قوانین مدنی کشور هست الان، که آزار کودک، که این خب یکی از بدترین شکل‌های آزار هست، جرم عمومی محسوب میشه. یعنی به هیچ عنوان به شکایت کسی نیاز نداره. اینکه این گروه تهدید کردن یعنی نشون میده که تو سیستم قضایی، تو خانواده ها و تو جامعه ما هنوز این روشن نیست که ما اون قانون رو نمیشناسیم و نمیدونیم که چطوری میتونیم این حقوق این کودکان رو ازش حفاظت بکنیم. دوباره بحث برمیگرده دوباره به این که سوال شما رو باید یه سوال دیگه بهش اضافه کرد، چرا ما بعد از 10 سال، اگر تابستون امسال مجلس میاد لایحه حمایت از حقوق کودک رو بررسی میکنه با کلی اصلاح و تعدیل و جرح تصویبش میکنه، چرا هنوز به نتیجه نرسیده؟ تازه بعد از اینکه این فاجعه مشخص میشه از شورای نگهبان برمیگرده به مجلس. خب این سوالاتی است که باید پاسخ بدن که واقعا چرا این اتفاق میفته. یک بخشش برمیگرده به اینکه ما تعریف کودکی رو درست نداریم. ما هنوز، من یه جا اشاره کردم که سن 10 سال این بچه ها داره به نوعی حذف میشه تو برخی از این خبرات، معناداره، به خاطر اینکه وقتی شما میگی 12-13 و بعدم سنهای بالاتر، این مطرح میشه که یکی از نمیدونم نماینده مجلس بوده یا کی بوده که مطرح میکنه که احتمالاً اونها هم حتی تمایلی داشتن. خب اینها خیلی نگران کننده است، بیشترم به خاطر اینکه اون تعریف کودکی متاسفانه وجود نداره و این همه اینها برمیگرده به اون بخشای فرهنگ سازی و خانواده ها یک طرف، بخش خود دولت و نگاه حکومت یک طرف دیگه است. خانم علی‌نژاد، شما گفتید که با خانواده ها در تماس هستید، با کنشگران اجتماعی در منطقه شوشتر در تماس هستید. آیا این انتشار گسترده خبر به این شکل به خانواده ها کمکی کرده در پیشبرد اون هدفی که شما دست کم دنبالش بودید؟ خیلی خوشحالم که این سوال رو پرسیدین، چون واقعا توقع و تصور من این بود که وقتی جامعه با دیدن یک عکسی که صورت متجاوز کاملا معلومه و صورت کودکان محو شده خشمش رو نشون داد و پلیس رو تسلیم میکنه که خبرهای گذشته رو تصدیق بکنه، انتظار من این بود که فعالان غیر محلی و فعالان حقوق کودک، همونجور که خود مهمان خوب برنامه شما در اینترنت به شکل گسترده اعلام کرد که من حاضرم کاری بکنم، کمک بکنم و در خدمت خانواده ها باشم که در مورد این کودکان کارهای بعدی صورت بگیره تا به اونها کمک بشه. توقع من این بود که بحث اصلی جامعه رسانه‌ای و فعالان رسانه‌ای هم به این سمت بره، به خاطر اینکه خانواده ها رضایت دارن از اینکه بالاخره صدای دادخواهی اونها شنیده شد. ببینید، من یک مثال دیگه ای هم بر شما میزنم. وقتی در دبیرستان غرب تهران یک ناظم مدرسه به بالای 20 کودک تعرض جنسی کرد بود، شما میدونید که ما خبرنگاران زیادی در داخل ایران داریم و من مطمئنم که خبرنگاران مسئولی هم هستن، ولی خط قرمزهایی دارن، کمان که در همین مورد هم که نگاه میکنید خبرگزاری ایرنا به دعوت پلیس میره تا خبر رو تحریف بکنه و دروغ منتشر بکنه. در موارد قبلی هم
مانع خبرنگاران شده بودن. از چه طریقی این فیلم افشا میشه و این تجاوز و تعرض توی مدرسه افشا میشه؟ خانواده ها بی پناهن، انقدر یعنی مایه تاسفه و دردناکه که در یک کشور به این بزرگی خانواده ها هیچ چاره ای نمیبینن جز اینکه بیان به یک خبرنگار یا کنشگری که خارج کشور پناه بیارن و فیلم رو اطلاعات رو در اختیار اون قرار بدن. من وقتی اومدم فیلم رو منتشر کردم، خبر تجاوز انقدر بزرگ شد که حتی رهبر جمهوری اسلامی هم میاد واکنششون میده، رهبری که در تمام جامعه جهانی داره اعلام میکنه که چون کشور ما یک کشور اسلامی هست و چون زنان حجاب دارن، بنابراین ما جلوی تجاوز رو گرفتیم، که اخیراً در مورد جنبش میتو در دنیا آقای خامنه این حرف زد، ولی میاد و در این مورد مستعسل موضع گیری میکنه. بنابراین من فکر میکنم خلای بزرگ اینجاست که فعالان مدنی، جامعه رسانه‌ای به جای اینکه در مورد یک خبر هولناک تجاوز به تکاپو بیفته، همچنان که مردم عادی به تکاپو افتادن، و بره در منطقه کمک بکنه، کنار خانواده‌ها قرار بگیره، اعلام بکنه که خب این خانواده‌ها کی هستن، فعالان کیا هستن که ما در کنار اونا قرار بگیریم، بحث رو کاملا منحرف می‌کنن. به سمتی میبرن که خانم علی‌نژاد، خیلی‌ها میگن که این خانواده‌ها به خصوص در شهرهای کوچک ایران، میدونیم که به هر حال یک اصول سنتی برقرار هست که بعضی از اونهایی که قربانی تجاوز هستند رو هم با متجاوز در یک ساعت حتی میبینن. دقیقاً درست. بنابراین خب ممکن است که خانواده‌ها نگران این باشن. بله، من فکر میکنم این نیاز به بحث رسانه‌ای بود، کما اینکه آقای فرمند خیلی خوب بهش اشاره کردن که ما بیایم آموزش بدیم چجوری میشه از این کودکان حمایت کرد، چجوری میشه آموزش داد به خانواده‌ها که نترسید، فرزندان شما مقصر نیستن. ببینید در دنیا، در جامعه جهانی الان داره بحث این صورت میگیره، آن کسی که مورد تجاوز گرفته احساس شرمساری نکنه، سرش رو بگیره بالا و حرف بزنه و بدونه که جامعه ازش حمایت میکنه. ولی وقتی ما میبینیم بخشی از روزنامه‌های اصلاح طلب، بخشی از فعالان مدنی که باید صدای کودکان باشن، همچنان دارن میگن هیس ممکنه آبروی اونها تو شهر کوچیک بره، شما چه توقعی دارین؟ کنار این خانواده‌ها قرار بگین آبروی شما هرگز نمیره، ما صدای شما هستیم، ما متجاوز رو رسوا میکنیم و حتی کنارتون قرار میگیریم که شکایت بکنین. الان در میانه 21 تن از کودکان، ببخشید، دختران ایران شهر، فقط یک خانواده شکایت کرد یا دو خانواده، من دقیق حالا اطلاع ندارم، توی همین مورد شوشتر فقط دو نفر شکایت کردن. دوست. چرا؟ من فکر می‌کنم پرسش اصلی باید به این سمت بره. آقای فرمند، بخشی از کسانی که منتظرن به پخش این تصاویر، به بودن بچه‌ها در این تصاویر ایراد می‌گیرن، میگن که میشد اصلا فقط تصویر متجاوز رو منتشر کرد، یا اصلا تصویر رو منتشر نکرد، با توصیف این خبر رو اعلام کرد. آیا فکر میکنید این تأثیر رو میداشت، اینکه این همه واکنش ایجاد کرده؟ ببینید، بحثای این شکلیه، بحثایی که حالا مشخصا راجع به بحث انتشار تصویر خشونت، تصویر قربانیان خشونت، تصویر کودکان، این بحثای چند وجهیه، از یک منظر نمیشه و نباید بهش نگاه کرد. بحث جامعه شناختی داره، بحث که شما یه جا بهش اشاره کردید توی یک سوالتون، بحث روانشناختی داره، بحث حقوقی و حقوق کودک داره. بحثی که شما الان مطرح میکنید و شما خانم علی‌نژاد جواب بدید، بحث کارشناسی رسانه است، اینکه چه تصویری و چه شکلی از تصویرسازی توی محتوا میتونه مؤثر باشه به عنوان کسی کمپین میکنه. من اگه بخوام این رو جواب بدم، در آغاز برنامه گفتم مثلا بی بی سی رو منتشر نکرد، بی بی سی منتشر نمیکنه این تصاویر رو. اون چیزیه که ما کمبود داریم. من نکته اصلیم همینه. نکته اصلی در کنار تمام نکات درستی که خانم انجا بهش اشاره میکنه، اما دوباره من برمیگردم به سوال اولم، این که آیا ما اولا اجازه نداریم که به دلیل اون تأثیری که میخوایم روی گروهی بگذاریم هر چیز رو منتشر بکنیم. همونجور که شما یک منشور دارید، من این رو با توجه به چیزی که دنبال میکنم
بی بی سی به همین دلیل بسیاری از تقریبا در 95% اوقات واقعا رعایت داره میکنه. اون 5% به هر حال یه جایی ممکنه اختلاف نظر باشه یا نقد بهش وارد باشه، اما در بسیاری از رسانه های فارسی زبان ما این اتفاق نمیفته. من معتقدم که ما منشور اخلاقی انتشار در این مورد مشخص، در مورد رعایت حقوق کودک، رعایت حقوق قربانی، رعایت موارد در مورد انتشار تصویر نداریم. بذار من از خانم علی‌نژاد هم بپرسم. خانم علی‌نژاد، به هر حال همونطور که گفتم بعضی از رسانه‌ها یک منشوری دارن، مثلا در مورد بی بی سی مثال زدیم که مثلا چنین عکسایی رو منتشر نمی‌کنن، عکسای خشن رو منتشر نمی‌کنن، همونطور که عکس مثلا سربریدن افراد توسط داعش رو به طور کامل منتشر نمی‌کنن، بلر می‌کنن، مخدوش می‌کنن، اینجور عکس‌ها منتشر نمی‌کنن. بله، اجازه بدید من خیلی صریح این رو بگم. من اصلا به همین دلیل نیومدم استخدام رسمی یک رسانه فارسی زبان مثل بی بی سی، مثل صدای آمریکا، مثل من و تو نشدم. برای اینکه من یک کمپینرم و من با آگاهی تصمیم گرفتم که خبرنگار آزاد و مستقل باقی بمونم. چرا؟ چون نمیخوام بی‌طرف باشم. میخوام جایی که احساس میکنم حقوق انسانی داره در کشورم نقض میشه، فرصت این رو داشته باشم در شبکه‌های اجتماعی کمپین بکنم و افکار عمومی رو همراه بکنم تا صدای اون کسی که بهش ظلم شده بیشتر شنیده بشه. و خب ممکنه خیلی وقت خود آقای اجازه بدین ممکنه خیلی وقت آقای فرمند به من تذکر داده بود درجه به خانواده‌های زندانیان، کاری که خود بی بی سی هم انجام داد که مثلا شما عکس فرزند این خانواده زندانی رو نباید منتشر بکنید، و من با آغوش گرم این نقدها رو میپذیرم و ازش یاد میگیرم. اما حالا داریم از کشوری حرف میزنیم که سعید طوسی در کنار رهبر جمهوری اسلامی هست، در مجلس شورای اسلامی میره و قرآن قرائت میکنه، اما متجاوز به کودکانی هست که از اون کودکان میخوام 30 ثانیه همین الان شکایت شده و هیچ کسی از اونها خبر نداره. خانم علی‌نژاد، من فقط میخوام شما 30 ثانیه اینو به من بگید. من میدونم وقت برنامه کمه، اگه ممکنه شما به من بگید که آیا الان از پخش عکس‌ها به این شکل هنوز دفاع می‌کنید، یا اگر برگردید به اون موقع فقط صورت متجاوز رو منتشر می‌کنید؟ من عکسی که منتشر کردم همینیه که شما میگین. من صورت متجاوز رو منتشر کردم، نه صورت کودکان رو، چون صورت کودکان کاملاً محو شده است. اما هستن. این کودکان در شهر، کودکان در عکس هستن اما کاملا محو شده است و هیچ کسی نمیتونه تشخیص بده، و کودکانی هستن که در داخل شوشتر همه میدونن مادرانشون تا مرز خودکشی پیش رفتن اما صداشون به گوش هیچ رسانه بزرگی نرسید. ما از کشوری میایم که اخبار تجاوز دفن میشه و از متجاوز دفاع میشه. الان افکار عمومی خشمگینه و میخواد این رو بدونه که فعالان حقوق کودک در کنار این کودکان قرار میگیرن. بی بی سی آیا در کنار این کودکان قرار میگیره؟ رسانه‌های بزرگ آیا حاضرن برن خبرنگارشون بفرستن تو منطقه، یا فقط میخوان به یک عکسی که اصلا تصویر کودک درش حتی نشون داده نمیشه و اصلا معلوم نیست اعتراض بکنن؟ به نظر من تصمیم با ماست. متشکرم خانم علی‌نژاد. آقای فرمان، ممنونم که در این بحث شرکت کردین و ممنونم از شما که با این برنامه همراه بودید. برنامه بعدی روز پنجشنبه. شب و روزتون خوش. We'll be right back.